سلامونه خی چاره فریله چه دم گړی روغ جوړ وسی ا دوستانو بیا هم د تاشام خبرونه ده او زما یوان اقبال تاسو په درنه چوپړ کیم تر یو ساته پوری په نه خبرونه کې هم را سره خایستا ځوان او داسې یو څوک دی چې په راوستلو باندې واقعا له زړه ویاړو او ټول ټیم ورته خوشحاله ده استاد رحیم الله استاد وحید الله رحمدل چې پسته به ورسره خبرې کوو اوس به ورشو حاسم ته چې فیصل حاسم کوم جی ته تللی ده فیصل جان سلام غږ می اوري ما را ز دعا کاش فراموش نسازن رندان خرابات که صاحب نظرانند سلام و شب همه بخیر شب میوند عزیز و هموطنهای نازنین بخیر هر کجایی که هستین صحت و سلامت و لباس عافیت بر تن داشته باشین بازم به گزارش تازه ما از ساحه کدام منطقه قلعه فاطله دوستا ببخشین که شب است ما میسا آمدیم گفتن اینجا یکی از برگرای یکی از دوستاست که بسیار یک برگر مزدار به نام چکه برگر آماده میکنه امشب آمدیم مال احوال از اینا رو بپرسیم شما هم ببینین که امی قصه چکه برگر چه رقم است مشتری نام خدا زیاد داره میگن دیگه ما میریم تازه آمدیم امی لحظه دوستا شما گزارش ما به طور زنده و مستقیم میبینین هموطنایی که خارج از افغانستان ما را میبینن سلام و درود خدمتشان منتظر نظریات نیکشان هستیم امیدوار هستیم که مسافرت و زندگی را به خیر سپری کنن نام خدا میبینین دوستا که یک رسته برگر چیده شده دیگه نه و حتما کدام قصه داره این برگر که دوستا قدر مشتری زیاد دارن خب اجازه میتین ما را همون طرف بیایم خب سلام و شبتون بخیر باشه سلام خسته نباشین خوب هستین بخیر صحت من قرار بخواستی همکارا هم میگه خوب هستین چلا سلام زنده باشین خوش آمدید میگم شما رو با چک برگر بخیر باشین خب حالا این بزرگوار برام خودش قصه میکنه ادم جیریان کارا رو پیش ببرم میرخم و برام بگو که نامت بگو و در مورد کاروبار کم بیش بگو برای هموطنا نام ما وزیر احمد تقریبا 25 سال میشه که این قسم ما برگر فروشی است خدمت مردم هستیم ما این کاروبار رو نواز کردیم وزیر احمد جان 20-25 سال میشه که برگر آماده میسازین خب خب برای ما بگوین که این قصه چکه برگر چه رقم هست چکه رو مندازین اگر در مورزی برای ما بگوین طولانیست ویژگیش یا تفاوتش از دیگه برگر ها چی هست ویژگی خاص کار پاک کار ستره کار بیداشت ما یک رقم کیچپ داشتیم از او استفاده میکنیم شکل چکه بود تقریبا از او خلاشات از ایران میامد دیگه وارد نکردن ناوردن باز ما یک نواری خواستیم بکنیم از چکه استفاده کنیم دیگه موادان را ممرایش اضافه میکنیم که مزه برگر اضافه کنه خوب تکنیک از دوستا دیگه مشتری ها را از دست که نمیتادم اینی رقم دیگه میگه اونمو کچپ را که ما استفاده میکنیم دیگه نتونستیم و خود ما چکر را دیگه استفاده کردیم و آل نام خدا بشه در تصویر هم داشته باشین این هموطن ها کلشان منتظر برگر هستن که آماده شوه این دیگه نام خدا چطور است کاروبار در این شرایط فعلی و تا چند شب کار میکنین خدا رو شکر کارا خوب مزاحمت خوب هم نیست جریان خواهد دوست هم انتقاد میکنن اگم دخم ها که کارا رو خدا رو شکر خوب است خداوند با یک گل بهار نمیشه خداوند کاروبار کلی گیره نورق بده و خوب شوه و اگه کارا خوب است خب یک زنم قیمتا بلند روغن گاز کچالو تو باور کنی صد دلار است کل ما هم کار ما ده دلار است روغن به دلار تخم به دلار است گاز به دلار دیگه تقریبا 90% کار ما هم به دلار است یک کچالو که به دلار نیست کل مواد ما به دلار است همین کاغذ هم که ما میخریم سای به دلار است بله این دوستا سر ما قار نشن اول برگر که سر چوا باز دوستا دیگه یک رقم ناراحت میشه مشتری ها را از دست نتیم شاگرد کار نداریم ما بسیار دمی خوراک خوب هستم شاگرد کار نداریم شما بزرگوار استادم هستیم ما استاد کار داریم که مشکل نداریم گفته همون نفر گفت من پخته خیاط هستم یک قیچی کدن یاد دارم یه توکل ما هم در خوراک آماده هستیم اما در آماده ساختن برگر شاید نتانیم نه انشاءالله کنم که هیچ کدام کار نیست نیت خیر مهم است نیت خیر باشه هر کاری باشه انشاءالله میشه خب دوستا در این برگر شما دیدین که ساسچ است و چپس است و تخم است و داخل هم اینمی فکر میکنم سلام شبت بخیر سلام برادر
برگر خودت دیگه گفتی دوستا پک میکنی دیگه بسته بندی میکنی بله خب اینی چکه است فکر میکنم دیگه چکه است ها؟ بله ایام چتنی است خب کچپ خوش دارد؟ خب فرمایش میدن کچپ برشان خودت درباره خود کم بیش به ما بگو نامت اگه اول بگویی بر ما حسین احمد هستم ای کاکای ما هست همراه کاکای دیگه بسیار خوب دیگه تقریبا همینجا 20-25 سال بهش کار میکنیم خواه حسین احمد جان بسیار خوب آرام باشین و این آماده شد رفت دوستا دیگه خیر باشه باز یک برنامه خاطر آمدیم پیشان که خود ما اگه آماده کنیم میره خمی نمیشه دیگه هزار دفع صد دفع چرا نمیره هر کار به نظر آدم ساده میخوره اما وقت آماده کردنش یک ذره دوستا باز وقتی میبینی که اید دیگه دستیاری نمیکنن نه انشالله دیگه کم مشکل نیست دیگه آماده کردنش با ما بسیار ساده شده دیگه بسیاری دوستا که میبینن فکر میکنن ساده است من میفهم دیگه کل قصد اینقدر کارا آسان میبوده که کلگی استاد کار میبوده هر چیزه علم هر چیز خداوند به هر کس دادنه یا مفهمشه تواناییشه خب دوستای عزیز مزاحمشان بیشتر نمیشیم و چند دقیقه دیگه وقت داریم به گزارش خود یک دقیقه این فکر میکنم دوستا خودت اینجا کار میکنی؟ خب نام خودت؟ سهراب سلطانی است خب سهراب جان سلطانی مزاحم خودت نمیشیم؟ کدام رفیق ما صحبت میکنه امرای ما؟ بیا تو شاهزاده بیا 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 که در کمره که دوستا اما تو نفرت ناچاب گیر نکنی نمیشه خود چی میکنی اینجا بچیم؟ برگر میگیرم خب به خانه میبری؟ بله چطور رسی برگر؟ خوبش هست خیلی همین قصه شکه میکنم تو مزدار هست؟ خب بسیار خوب متعلم هستی؟ درس میخوانی؟ نمیخوانی؟ بله. کار میکنی؟ چه رخن؟ درس میخوانم درس میخوانی خب خانه همینجاست؟ خب برو که برگر اکا سرد نشه قربانتون هموطنهای عزیز وقت ما فکر میکنم تمام است و ناچار با دوستا خداحافظی کنیم هموطنهای عزیز و نازنین از گزارشات ما امید خوشتان بیایه ما هر شب هر گوشه و کنار میریم حال احوال هموطنها را میگیریم همیشه دمتان گرم و سربلند و سرفراز باشین فردای بهتر از امروز برای همه شما آرزو میکنیم بیام دیر زیاد مننه فیصل جان زخه کردی بودن تشکر فیصل جان عزیز قربانت بیادر سلامت باشی بازم دوست عزیز ما میگم که اگر شما میخواین با در برنامه تاشام پیام با ما ارسال بکنین و باش که موبایلش گم شد اینه و میخواین که پیامایتون از طریق برنامه تاشام ما در نشر برسانیم تاسو کولشی مونتا پیام را واسطه موبایل په دیر ډول باندې ونیسی ل 15 تر دیر ثانیه پورې خپل وړا ویډیو تصویری ویدو مونږ ته راواستوي یا شاوخوا کې کومه ستونزه ګورئ یا داسې کوم څه وي چې غواړئ له مونږ سره شریکوئ نو مونږ ستاسو په درنه خدمت کې یو زمونږ د واټساپ شمیره ده 0500 153 00 ستاسو په خدمت کې یو مونږ ته یې راواستوئ ورځئ دمې ته وله دمې چې راوګرځېدئ زمونږ خوږ میلمه هم چمتو ده راغلی او بیا به ورسره بحث لرو بیام تاسو ټول ستړي مشي په خیر اغله د تاشام خبرونه ته له شنبه تر چهارشنبه زما یو نقبالې تاسو ته ډالۍ کوم څنګه مې چې مخکې هم تاسو ته ویلې په نننۍ خبرونه کې هم یو ځانګړی میلمه در سره زموږ هغه دوست دی چې پی ویاړو او هغه شخصیت دی چې په زړونو باندې پاچاهي کوي هغه څوک دی چې هر سړی د غږ د څیرې او دغه مینې لیوال دی نو نور به نور څه نه وایم را سره تر څنګ ناست دی استاد وحید رحمدل دی چې ورته ښه راغلاست وی استاد ستړی مشي په خیر اخلي الله درته لره زړګي خیر اوسئ څنګه یې استاد شکر دی ښه الحمدلله لازم غواړم یو پوښتنه وکړم ولې په خلکو ګراني ودنه جنګ کې پوښتنه کوي ولا نه پوهېږم فکر کوم یو دلیل یې دا ده چې دغه بعض مسایل زلک تحلیلی غږیږم پې او پردې نه ماسوا پې غږیږم څه رقم ته چې ده هماغه سې وایم نو زمونږ تاسو خلک ګوره میوان خان زمونږ تاسو خلک قدردان خلک دي که ورته احترام وکړي ډېر ورباندې ګرانېږي نو زه فکر کوم چې دغه صداقت چې مونږ او تاسو خلکو سره وکړو په همدغه طرز ورسره وغږېږو دا صداقت ما په نظر ذاتي احترام دی چې خبرو کې دروغ ونه وایي خبرو کې چې دروغ ونه وایي
ټول دنیا باندې ګرانه دي خلاص اسانه کلان کاری ونه کې غرور ونه کې دغه مسائل مونږ تاسو هم د دین له لحاظه مردود دي او هم د دود او دستور له لحاظه نو فکر کوم خاکساری به دلیلی بالکل نو خرچه خو یې نو ولاته ما یو چا چې کوم د خود ما خود خور یا بل تیر زه د خرچو غره کړم نو بیا دې ظالمانو ما یو ګلاس د دود ما غه تاسو دی یو سټایل لپاره ما ته مې کې ولکه مې تی غړب کړای زه خیر استاد عزیز ما چی کار کنیم که همه ما را دوست داشته باشد باید در دل مردم جای بگیریم از کدام خوبی های خود استفاده کنیم ما راست بگویم کار به خاطر زی که در دل مردم جای بگیریم یک دقام نکدیم قاعدتا میخوای در دل مردم جای بگیری از دل احترام کن شروعش از اینجا میشه از دل احترام کن خصوصا در افغانستان که هر نفر را که قصه شو ببینی در صد ورقش، اشتاد ورقش قصه تراژدی و درد و جگرخونی است. در تعاملات همراه مردم مهربان باشیم، صادق باشیم، احترام متقابل حفظ کنیم. در فرهنگ و تمدن ما و شما اینمی گپ بود. ما هیچ وقت مردم قاتل نبودیم. هزارها سال تاریخ افغانستان بخوان ما مردم زیاد کینه‌دل نبودیم. مردم بلاپوسی بودیم، مردم خنده بودیم، مردم حجره بودیم، مردم بندار بودیم، عیار بودیم، بای بودیم، هزار صفت داشتیم. حال این شرایط یکمک مغلق شده ولی اصالت خدا باید از یاد نکشیم. بله. احترام، صداقت، قاعدتا بر دوستا که من مشوره میتونم چهار صفت بر ما و شما چهار خلیفه راشده نهادینه ساخته صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت که مجموعه هر چهارش حکمت میشه که حکمت مقام رسول الله علیه السلام است اینمی چهار صفت اگر ما بفهمیم مثلا بفهمیم که صداقت چی است خیلی زیبایی ها و خیلی باریکی ها و خیلی مشکلات هم داره صداقت مثلا در بعض جایا صادق شدن صادق بودن به قیمت سر تمام میشه مثلا ما صادق بودنم باعث شد که منفک شدم از موینیه خب هم شجاعت و هم صداقت همی چهار صفت به نظر ما اگر بر اولاد خدا دادم درس بده بر در مکتب اگر استاد است بر متعلم درس بده در کوچه اگر طفلا رو میبینه اونا رو تشویق کنه صداقت عدالت سخاوت شجاعت و اتفاقا اینمی چهار صفت در اکثریت ادیان دنیا اگر ببینین به حیث سرشت اجتماع معرفی شده از اینجا شروع کنین انشاءالله خودت خود زیاد مردم دوست داره بنده خدا تو چرا تشویش داری حق دوست داره مردم بخیر باشی استاد ما می نمی جواب می کنم استاد عزیز چی باید بکنیم؟ این خویانه خیلی مشکل است چی باید بکنیم که از تشویش خلاص شویم و تشویش نکنیم و پپکتور دوایی کنه استاد و تشویش چی داده طول مرزون و مورده چی باید بکنیم؟ چه دغه لدغه مرز نه سړی زیاتره ځوانان هم د اوس په اندېښنیو په تشویشونو کې دي څه باید سړی وکړي چې دغه شیانو نه خلاص شي از تشویش خلاص شدن اتفاقا کار آسان نیست تشویش در حد است که لقمان حکیم هم میگه که همه مریضی ها را تداویش همه دارم به استثنای تشویش یعنی دته پامو که چه لقمان حکیم هم دکی وی چه زعجزیم ده تشویش تداوی را سره نشته تشویش معمولا اقبال صاحب از حالات پیدا می شود که ما ترس داشته باشیم همه تشویش ما از ترس است چی ترس داشتن است چی ترس از دست دادن است متوجه باشین که اردویش دو ترس مختلف شده میتانه ما یک چیز را ندارم جگرخونی است ما یک چیز را دارم نمیخوایم که از دست بتم تشویش است وظیفه چطور میشه و کرای خانه چطور میشه و خب کرای خانه تشویش است نان شب تشویش است فیس دکتر اولاد تشویش است این موضوعات تشویش در یک مملکتی که فقر حاکم باشه
متاسفانه تداویش مشکل میشه، ولی یک کلید تداوی اساسی تشویشه که الحمدلله ما حاضر هستم که ادعا کنم که تشویش ندارم، به خاطر که از لحاظ عقیده اگر ما شما ببینیم، ما اکثریت وقت احساسات تجربه میکنیم ولی نمیفهمیم. مثلا ما کل ما بدون شک ترسیدیم در زندگی، ترس ما تجربه کردیم ولی جنس ترس هنوز کسی نمیشناسه، خیلی محدود شاید بشناسه. ترس اگر شناختی و عقیده داخل میشود اینجا، اگر وقت داریم که مختصر میره، مثلا پیش ما ترس، جنس ترس به سه کتگوری تسلیم میشه، تقسیم میشه. ترس مرگ است که همه هستی داره، ایره حتی درخت ها داره، درخت ها یکی که دیگه در جنگ است که باش مور زیر سایه خود بگیرم، مور زیر سایه بگیرم که زیاد بلند شم. حیوانات در جنگ است ترس مرگ دارن، ما و شما ترس مرگ داریم. در قدم دوم ترس فقر یا گرسنگی میشه که اتفاقا عین صفت همه هستی امرای ما، طبیعت چیزی که زنده جان است امرای ما داره. گشنه میشه میره و دیگه، شیر گشنه شد میره یکی را میکشه میخورش، شغال گشنه شد میره و یک چیزی که بیچاره را گیر میکنه میخوره. این دو ترس اول که ترس مرگ میشه و ترس گرسنگی میشه، در بین انسان و همه زنده جان ها عین چیز است. ترس سیوم که ترس جالبتر است که جنسش باید شناخته شود، ترس اجتماع است. انسان ها زیادترین ترس را که تجربه میکنن از اجتماع تجربه میکنن. مثلا مثال سادهش، کالایت بیوتو نمیپوشی بیرون نمیبرایی کس خنده نکنه، این نوع ترس است ولی ایره کس نمیفهمه، ایره میشه سلیقان بگی ولی بحث ادبیات میشه و دیگه طرف میروه. سه موضوع ترس شد قاعدتا هر قدر که فکر کنی از این سه دانه بیرون نمیشه. مثلا من میخوایم که فلان خان باشم، چرا؟ به خاطر که در اجتماع موقفم بالا شد، یا یک کار بد را نمیکنم به خاطر که در اجتماع نفرین نشم. ترس موقف اجتماعی است که ای اختصاصا بر انسان است. حال چه قسم از تشویش ما میتانیم در پهلوی زی سه ترس یک رای بیرون رفت ایجاد کنیم؟ خب در مورد مرگ الله متعال در قرآن به بسیار وضاحت میگه که حتی ضرورت نیست که به شرحش ما شما برویم پیش یک مفسر بشینیم، قرآن بخونده ترجمهش نوشته و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اجل دیگه پس پیش نمیشه، کاملا کلیش پیش خود خداست، بر انسان نداده، انسان انسان کشتن نمیتونه. ترس فقر باز هم ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله متعال رزق کاملا کلیش پیش خود نگاه کرده. بناهن تعادل جامعه که برهم میخوره، ما رزق خدا و مرگ خدا، عزت خدا در دست انسان ها میبینیم و به این خاطر تشاویش گوناگون درگیر میشویم که باش من امره اقبال صاحب امروز یکمک واری چی شوم، آمره مست یکمک چاپلوسی کنم، یکمک یک میمانی گگ بتومش، یک توفه بتومش که مره امی طرفه مره امزا کنه یا چطور چی کار. ولی اونمو گپی مردم متوجه نیست که نه، عزت انسان انسان داده نمیتونه. ما شما شاهد هستیم، حداقل افغان ها شاهد هستن که چه قسم عزت ها ذلیل شد و چه قسم بالا پایین شد. و یگانه رای که میتونی تشویش نجات بیتی جنس ترس بشناس، تداوی قرآنی برش پیدا کن، در غیر از ترس دیگه چی نیست. تشویش رای حل نداره. اروپا و جهان غرب به کله استاد کرد تشویش. دیپریشن بالاترین مریضی است فعلا که فکر میکنم چند سال بعد به یکی از پندمک ها تبدیل شد، اگر انوز هم شاید ساینتستان ها میشه پندمک مانده باشن. باز یکان تو هست استاز، چون وقفه نزدیک است، باز از همه چیزا که از یک چیز دیگه ترس داره که کجا هستی که کجا هستی بخش بگیم او مهمم ها که زنگ زده او هایی که به ترس خودش بیه پا مرم دوست عزیز طرف یک وقفه ما مقصد از او ترس و حاله استم بریم طرف وقفه پس بر بگردیم
بیام تاسو ټول ستړي مشي ګړي ګړي سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو ته نو استاد د زمونږ همکار یو څو پښتنې جوړې کړې دي هم به ولې نه خیر به وي هم به پکې یوه خاطره پکې رایادوي وایې لیکلې دي آیا در دوران مکتب زیاد شوخ بودین؟ فوق العاده شوخی زیاد چی بود؟ باز با ما میگفت که کسی که شوخ باشه او تنبل میباشه رسام تنبل میباشه باز که میبینیم کسی که شوخ بود نام خدا استعدادش چیزی نه نمونهش یعنی ما را بازی میداد نه شوخ کنچکاو میباشه ما مثلا قاعدتا امره چی؟ حد سلب کردن آزادی خود مشکل دارم و در صنف همی مشکل داشتم مثلا میدیدم دلم تنگ میشد بسیار قیودات صنف نمیتونستم که تحمل کنم باز خب که از رای ورسی میگروختم امی بچه ها را میگفتم یکم اکه خال من خال کنیم و که استاد مصروف میگه ورسی ها پخش ورزشگاه رو به ماجل خیز میزدم بیرون میرفتم این همی شوخی بود دیگه که در صنف دلم تنگ میشد بله رشته که فارغ شدین و رشته که انتخاب کردین با دل خانواده بود یا خودتان شوق داشتین؟ نه خودم شوق داشتم رشته کمپیوتر ساینس خوندم وقتی که من کمپیوتر ساینس خوندم کمپیوتر نو در رشد بود در سطح دنیا یک چیز جالب و عجیب و غریب بود و من بسیار دلچسپی داشتم به می فهمیدن ازی که چی قسم است من یک قصه خدا کنم ساز یک روز در تونس شیشته بودیم سونه خانه می رفتیم سر یک دو نفر خدا اعلام می دادیم این دیوالا بود چیز کرد گفتم والا امی مردمی جرمنی یک قشیرین زبان بود کمرویم گپ میزد خوش میامد یعنی ما رخ بیزرم سیده نبگم که ما جرمنی رفتیم رخ میزنم که یعنی رفتیم خیارا گفتم گفتم ما از استرالیا در پر مردمش نبود یعنی اونجا رفتیم و بالا این که از کابل نبر آمدی دیگه سفرها را خودت زیاد رفتی سفر زیاد زیاد جای یکان فیسبوک تا که تعقیب میکنیم یکان اکزکای تانه خوشایند ترین کجا بود تو کت دوستا زیاد خوشت میای بری استاد یا فقط باید تنهایی بری یا به خاطر درس بری سفرهای من زیادترش کاری بود امرای رفیقا بهترین است امرای رفیقا و فامیل بهترین چی راستش بگیم امرای رفیقا چون امرای فامیل یک اندازه قیودات می باشه امرای مثلا من طفلای خرد دارم چکر میرم لذت خود داره بدون شک ولی او قسمی که صرف مسئول خود است و امرای رفیقا او لذتش زیادتر است دیگه میگشتم بعض وقتا صرف به خاطر دیدن یک جای به خاطر یک فرهنگ یا مثلا در یک مملکت یک چیزی اگر برم خوشایند تمام میشد که یک حسه جالب دارن یا یک بحث علمی یا یک بحث فرهنگی یا یک چیز نو اختراع شده اگر شرایط مساعد میشد میرفتم صرف به خاطر اونم که این موضوع رو از نزدیک ببینم بفهمم استاد باز یک چیز دیگر شنیده بودم میخوایم اصلی گپ بمونی است میگن مثلا زیادتر از ملکا که میری نوشته است کل مردم به یک طرف میره ده یک لوحگک نوشته است only for افغان میگه تنها افغان ها باید از این را که او دیگه بیخی تلاشی قوی است یعنی چیزها را در افغان ها میگه بیخی یک خط سیر دیگه برش داره این راست است استاد یا دروغ است ما امرای پاسپورت افغانی خود صرف بین انگلستان و افغانستان سفر میکنم چون اونجا تابعیت دارم اینجا هم تابعیت دارم ویزه کار ندارم متاسفانه در پاسپورت افغانی ما اکثریت مملکت ها ویزه نمیته سفره ما اکثریتش که پاسپورت انگلیسی بود دیگه پاسپورت افغانی ما خود ما هم شاهد بودیم که مشکل بوده مثلا بعض وقتا بدون ضرورت که پاسپورت طبیب افغانی است میگه تو به این طرف که یک چند سوال داریم ازت این متاسفانه شرم است که باید دولت مردای ما در پیشانی خود نوشته کده ای را بگرده که ما اینم قدر مردم پیش پا افتاده هستیم که یکی از اتباعی مملکت که سفر میکنه بدون از اینکه ازش سوال جواب نشوه امکان نداره که تیر شوه و این شرمش مستقیم بر دولت مردای ما میاد و قدم دوم بر ما و شما هم میاد چون هر جایی که رفتیم
دوزی کردیم، بیسری کردیم، بیادبی کردیم، فرهنگ زو مردم احترام نکردیم، مقدساتشان احترام نکردیم و از خود هم اتفاقا این چیز نبردیم که اونا بگن او و یا آفرینت به خدا از ما را که قبول نداری از خودت بسیار خوبیش هست، او ترام نیست، نه از وار قبول کردیم نه از خود چیز بردیم. مثل که اگر دیوال ما بود گفت یک جای تیر بشد گفت لیکر نیمه پوشیدم خیلی خود از جور کردم با یک ککی با پوشیدم بگه از پیش پولیس که تیر بشد بگه صدا کرد ای پتان بگه آخر نشد تو بگو شما کنده از پاسپورت دیگه خود صدایت نکده که نه نه از او باز خوب است دلستیم کجا میر نه از او خوب است آزار نمیده خوب است کنیم تو وقتش خواهد آمد که هیچ کدوم مشکل اونم لوحگک پاس شده باشه نه او لوحه را خود من تاله ندیدیم که اختصاصا بر افغان ها شاید کدام کس مبالغه کده باشه زیاد سفر کده میگه ده هند آمسی ده هند اگر باشه چون سگرت و چیزها را زیاد میبود میگه قاچاق چیزا و سیگریت و نمون لینه که برای افغانا اختصاص داده من یک چند تا تفدانی هم ماندن دیگه خب پان هم مندازه به افغانه ما خب خیر راستی استاز میگه در فیسبوک شما را که تعقیب میکنیم یکان شیرک های خیلی جالب و مزدار را مندازین ای شیر از خودتون است؟ من شیر است. در فیسبوک اگر پرتون به ندرت از کسی دیگه می باشه. اکثریتش از خودم است. خودتو شیر می نویسی استاد؟ آه. در سه زبان. کدام؟ سه زبان؟ زبان سویم هیچ کدام؟ انگلیسی. خو انگلیسی شد. حالا تاریم شیر انگلیسی رو نشنیده استاد. خو تو باش. تو هم یک شیر انگلیسی رو تو که یک چیز کنست؟ من در حافظه نمیتانم گشتانده چیزی رو. نه جدی ولی اگه های الو بگو با میگو واو ولی شعری تو در شعرهای خودتو نیست در یادتو نیست ما اگر چیزی را بخوایم که در حافظه بسپارم مشکل جور میکنه درگیر میشه به خاطر حافظه دیگه چی خب یک وقت ضرورت بود حافظه بسیار قوی ضرورت بود مثلا اکابر دین اگر ما شما ببینیم مثلا امام بخاری را اگر حافظهش را بخونی به حد معجزه بود و او ضرورت بود چون علم روش آموزشش امی بود زانو به زانو میشیشتی شیخ میگفت و یاد میکدی حفظ کردن علم بود آل حفظ کردن علم نیست آل فهمیدن علم است همه چیزی را که بخوایی همه کتابخانه دنیا از باستانی ترین تاریخی را که هردوتس یونانی نوشته از اونجا شروع که تا امروز واقعیات بخوای کلش در اینترنت موجود است بله بله خصوص وقت یک تنز کوچوی رسیده که همکارای ما از آرشیف آریانات تهیه میکنن و تقدیم بینندای خود میکنیم چوشو که اولای پا دیگه تنز پا مقابل که اگه دی اخپلو دی هوادوالو پشونده و مسکره و دامون تهیوان نهیده نو ورزی تنز نبیر تلا گرسو نان بخو والا همین نان از آر ما کدی تو دانی خدا همین نان خوردن است این دست چپیت سیکو والا اگه مرغی رقم نان بخوره سیکو تو کالایت چیال کدی لب دانت سیکو دست چپه
باز تو سکو تر دانی خدا هر چیز داری، چند تا امام داری، دو تا امام در جاده داری، سه تا در دشته برچی داری، چند تا تاکسی داره کار داری کار میکنه برات پیسهش میاره. چی کنی که پیسه داشته باشی؟ هر چیز داشته باشی مگم انسانیت نداشته باشی تو ولی نان خوردن سکو در دست چپه ای کالای تسکو ای حال تسکو تو در دل اغمانان خود به این رقم برد بینی ولی اگه طفل خورد این رقم کنه باز من چی رقم که تو نان بخورم؟ چاق شدی کته شدی مگم ادب نان خوردن ولی یاد نداری چی رقم نان خوردن است؟ حالا نمیخوری؟ نه، زارا میخورم، زکوما میخورم ولی زار خوب است نکته تو نان خوردن حالا ما هم ایران ماندیم که همی گپ تو را قبول کنیم یا گپ یک نفر دیگره یا گلایی دیگره دیگه نفر چی گفتی؟ حالا خب میگرد که نه؟ ادب از کیا مختی از بیادبا؟ خیلی او دروغ میگه دیگه خب یعنی دلت هست که ما از تو ادب یاد بگیرم ها؟ بکه خاک در سرت کتم و رفاقتت کتم و ادبت سید نمیخوری؟ سید نمیخوری؟ سید مننه ده خلام کرانو سخه پدی خیستا تنز بانده دیر یو لکس و زبردست تنز و کوری و دان استاد روز ده خلا خلدالی شدی ولی خوزا خیر استاد سوالایی که انتخاب کردن سوالایی که نوشتن مده هیچ دوست نمارم مداخله نکرد نه مداخله نکرد هر راجوری که از بیرون است از بیرون است توطیه دشمن ها میگن شما وطنتان را زیاد دوست دارین من وطن دوست دارم وطن اینمقه دوست دارم که در اینمی شرایطم با وجود همه امکانات در وطن شیشتیم و با وجود بالاترین صلاحیت هایی که در وظیفه داشتم دست کس در یخنم نیست از این که در دیگه بالا دوستی نمیشه که وطن نه حق وطن خوردیم نه از وطندار خوردیم در روز بعد هم پالویشان استادیم دیگه عزیزیات میخوان برن پیش خدا دعا کنن که مهدی علیه السلام بیای از ما هم قبور است یعنی استاد هم پاسپورت خارجی را دارین تابعیتی از اجرام دارین و مردم با چی مشکلات گفتن میرن یکان هم کارا خو بیخی مو ایمیل شاران که قدر ایمیل قدر ایست خو خیر پس کس جواب نمی یکان ایمیل پس میه برش میگه پلیز اپدیت شما هستین و چال در دلتون کشتا که نه باید میرفتم یعنی نمیخواین برین چه علت دلیل اومدی از چی هستا من رفتیم به این خاطر ما رفتیم در اروپا زندگی کردیم بسیار زیاد زندگی کردیم تحصیل کردیم کار کردیم وظیفه گرفتیم در جامعه اروپا در جای ما رسیدیم که کم افغانای ما در فیصدی اونجا میرسن مثلا در بورد آف دایرکترز در سکتور خصوصی اروپا شیشتن و گپ زدن گپ آسان نیست اینجا خود تصادفی هر کس میامد و بچه کاکای کس تالام جیریان داره بچه کاکای کسی که میبود میرفتم اون سیت بالا میشیش گپ میزد در اروپا اتفاقا این قسم نیست باید ظرفیتش داشته باشی که در سیت های بالا گپ زده بتونی دیگه او تا حد چیزی که برای آموختن از فرهنگ اروپا داشتم و اتفاقا خیلی چیزهای زیباره هم از فرهنگ اروپا آموختیم او مرحله تکمیل شد پس دلیل آمدن می بود تو وطن که اولادم که خوی و بوی وطن کلان شوه بله. که اتفاقا خوی و بوی وطن ما مالای قدر عجیب شده که من ایران هستم که ایزی اولادا من چی کنم یاره من چه قسم قناعت بتوم که اینمی حالت قابل یاد کردن هست یا پرتشان کنم گوش کنین که از بیرونی چیزا یاد نکنین او یک معزل شخصی است که باید برش یک رای حل خودم پیدا کنم همکارم پرودیوسر نو که گفت جورنالستا رو میکشن او برای زنگ زد که پدر جی درست که بعد از این دیدی بگو که اروپا میری آلی لاغ او را گله که دیدی بگه بریم دوستان طرف یک وقت پس بر میکنیم بیام هر کلی استری میشه ای پخیر او گرزیده ده تاشام خبرمانه تا لشم بیتر چاشم بیب مونگا
خوشحاله یو چې د یو ساعت لپاره ستاسو د کورونو میلمانه یو او په دې له چې د خپرونې څخه خوند واخلئ او کوم ځانګړی میلمه چې دی رحمدل صاحب په تر دې د مراسره ده رحمدل صاحب میخوایم یه چیز بپرسم یگان پستایی که شما در فیسبوک میکنین حتما پشت از کدام علتی هست کدام خاطره دارین یک پستتان هست که برای کسی که افت کلام افت نوشته کدی بی سواد افت کلام را مراد نمی کند در صفحه من جای نیست لطفا از توهین و روگاشتاندن استدلال کنید دا د صفحه هغه ده معمولا وایي چې بیوگرافی تانه نوشته کنید باز ما این امیره نوشتیم چون مردم زیاد سر صدا میکنن امی قصه خراسانی و پشتونستانی و که فلانستانی و بیمدانستانی در حد تأسف بار یکی دیگر توهین و تحقیر میکنن هیچ نوع عفت کلام مراعات نمیشه و هیچ نوع مقدسات خانوادگی مراعات نمیشه و به بدترین شیوه کوشش میکنن یکی دیگر تحقیر کنن بنابراین باز ما چون سر موضوعات اجتماعی و موضوعات سیاسی تبصره نوشته میکنم باز امیره نوشته کردم که یک کسی باز نگوید که چرا دوستا میاین نوشته میکنن در حد آخرش که دیدم که واقعا از حد تحمل و حد استدلال بیرون از بلاکشان میکنم و این صرف دیگه اونم یک لیبل است که اگر میاین و میخواین تبصره داشته باشین لطفا عفت کلام مراعات کنین این افت بود و افت نوشته کرده بود خو خیر یک چیز دیگه هم استاد گفته که فیسبوک پستم رو با ویدو هم دارین کدام ویدو هم داره پست کردین جواری جوشک جواری شیرک بانان قاک و با چپلقای کنه بازیگان دوست هم رو میگم تو که دری اخت هم میخونی گفت که پیش برد گفتم این چی علت بود استاد که این ما دلیلش این بود که سر و صدایی که ما در فقر فعلا روبرو هستیم به نحو غیر منطقی منعکس شده بدون شک ما به فقر روبرو هستیم به گرسنگی روبرو هستیم هیچ چیز از او گرفته نمیشه ولی ما همیشه مردم فقیر بودیم و اینمی چیز را ما به می خاطر انداختم که این صدا بر کسایی که شهرنشین بودن صدای آشناست چی در هرات بوری، چی در مزار بوری، در ننگرهار بوری، در کابل، در قندهار، در پکتیا، در جای بروی این صدای آشناست، این صدایی است که صدها سال شده که ما شما میشنویم و یک چیزی است که نماد جامعه فقیر بودن است یک پوست دیگه هم است، کدام پوست شما پوست پوست خدیندن بی وقت خندیدن بی وقت بله آیا کدام کاکز که در نوجوانی به خاطر خنده های بی وقت و بی جا از طرف کلان ها بیاب نشده باشه؟ نه سعی کن مرا اقبال صاحب خودت امرایت که میشینم گپ میزنم زیاد لذت میبرم به خاطر که در محوطه ادب بی باک هستی فوق العاده آدم با ادب هستی و فوق العاده آدم هستی که سبکبال دل خوش داری دل شاد داری و اینمی گپ ها در جامعه ما خصوصا در این وقت ها به حد مردم چی شده که امی هر گپ از زیر مایکروسکوپ می او در این گپ تینی یک لغتش اینی قسم بود بناهن مکه تو هم نظر نیستم او لغت ای شکل دیگه استفاده کرد بنده خدا ما افغان هستیم همیشه ما خنده کردیم همیشه ما سرخنده کردن در جوانی ما مطمئن هستم که اینمی حالی که بیننده ها برنامه را میبینن هیچ کسی نیست که در جوانی یا در نوجوانی سرخنده بی وقت خنده بیاب نشده باشه بنابراین من میخوایم به حیث یک نفره که بر فرهنگ و جامعه کار میکنم ارزش های سابقه ما و شما تحمل بود خنده بود یک نفر اشتباه میکرد کل خنده میکرد یک نفر یک گپ را نمیفهمید خنده میشد این گپ دیگه نبود که تفنگ بگی پشت زو بداو که او دشمنی شد که تو این گپ گفتی به این خاطر ارزش های سابقه امن پسند فرهنگ ما شما دوباره باید روی صحنه بیایه به اندازه کافی ما از این چند موج استعمار گپای آوردن در فرهنگ ما به زور انداخته رفتن که ما رو دشمن یکی دیگه ساختن
من میگم که در حد شوخی پس گپا شروع شد و حد اقل یکی دیگر نکشیم. بله. اما قدرش خوب شروع است. وقت وقت است. بس منگه هم هسته کهو چه آغا سمو چه پزره که دی هاگه خلقو تا بیان کرد چه با چه نه تخو مشرقی واله مشرقی والان خطور جاگه خوشتب خلق دی ارسی من تم یوا خرور ایدی را کرده وا سل کالداری را کرده پا جلال آباد کیوم مشرقی درهت کرم ما تا پا یاد ترا سل کالداری را کرده نیمای بول مرگره وا دیر موزر وا آغا لس روپی دلو دی که پینز روپی دلو دی ویدان پی واچا واره کورتی یا با پنج سدیش یا با دنم خلاش وی در سر روز ما چلی مالی ورش داوی سپلار تدی وی چیز دان اخلا ما تا چه دغه لاس نور مر سره اضافه کا 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 کی دی او اضافه کا کی می کوله هغه ضرورت کی خو دی موټر چالان کلاړ زو دا ګز کی ولاړ ما چې شاته ته تو غتل دا وتک تی مال سرګون دا استاد زوانه دی خاطر هغه دیانی دی چاغیسته یا دی کلا غیستی وی کنه اخو بس سړی نه خفکی دا اوس په دې سند سال چې رسیدو اوس بم ډیر زړه غواړي چې او چانه دی واخلو خو نه کیږي ای ما ټولونه چې د ایډی په حساب کې چې خاطره ژوند کې به نه ریږي الله د ژوند لري امنګ د کاکا په زده اجی صاحب علی صاحب نومې ده د راغ ډیر په خوانو زه فکر کو اوس درې سال وخت کلانې ما هغه وخت شپږ وکلان بوم راغ مون کوته یو زرګونې راکراته اجی صاحب مالی حالت ډیر خو الحمدلله هغه وخت کې نو هغه زرګون یو ځل زه سوپر سټار شولم کوڅه کې زرګون مې جیب کې ایښی و ووتلم مالکانو څنګ ته مال ای نیدی ټول خو هغه وخت کې خو هغه سن که دا موضوع نه وي که نه چې څوک به یې لري څوک به یې نه لري ماشوم وم هیجاني کوڅې ته ووتلم انډي والانو ته چند ایدی جمع کړدی والا کور والا به هم ډېر درپسې و چې بېرته زګوه مس پنجاه روپۍ جمع کړدی ما بیست روپۍ جمع کړدی ما بیست افغانۍ جمع کړدی ما چېس کارکګي سره مې جیب نه وسته ای نه ایدی نو هغه خاطره به مې ژوند کې نه هېرېږي زرګونې را کړی و بس د ژوند د مونږ اوس مونږ هم نو نه سپین ګیرو کې راځو نه ځوانانو کې راځو په حساب اخه زیاتره خاطرې چې سړی اوس په دې وخت کې را په یادېږي یو رقم داسې خفه غوندې شي بېرته هماغو خاطراتو پسې زه فکر کوم د ماشومتوب او د ځواني خاطرات هغه حالت فکري بېرته سړی خفه کوي ځکه چې هغه وخت کې سړی دومره تشویش سره نه وي نو چې یاده هغه سکون د بېرته ذهن ته راځي خوند کوي نوستالجیا لري که نه ځکه اوس مې د کراچیوانان ته سخته غوسه راځي ولې دا واقعیت ده استاد مخکې به چې سودا هم اخېسته جنجال هم چې ورسره کوو بیا به ویلو که سیل کو بیادر اینقه نه اینقه میګیري و نهګه نه میګیري نه میشه برو بیادر خدای یارت اوس چې ځې حاجي صاحب کله حاجي ډېره که کلیمه ده خو چې کله موږ د څوک وایي حاجي صاحب بیا ځان سره مې چې زه وړ شوې خو زه خیر استاد څه لمو هڅه کوو چې خلق لزان نه خوشاله وساتو خلق خفنه کو خو بل څوک دي چې خفه کوي هغه سره باید څه وکړو پرېږدو لاره وروښیو زه فکر کوم چې ما از خوده برات میگم ده باز خودت مطمئن هستم که به این اندازه موفقیت انشاءالله کل زندگی درست روان است من مکلفیت در حسه دیگه هیچ کس نمیگیرم هر عملی که ما خودت میکنیم ما صرف مسئول هستم که ما چی عکس العمل خودم میکنم خب اعمال تو را اگر ما بخوایم که طبق میل ما باشه دیکتاتوریست ما سرزی عقیده ندارم این موضوع را امره خانم خود کاملا راحت است امره طفلیم که خرد هستن مثلا طفلم اگر کدام اشتباه میکنم من نمیگمش که ای کار نکو یا چطور چکار میشینیم قصه میکنیم کوشش میکنم بفهمانمش که ای کارش به ضررش است یا به ضرر کدام کس دیگه است یا به ضرر خانه است یا به ضرر اجتماع خود طفل از به زبان خودش نظر به واقع امرش فهمندش بناهن ما مکلف هستم که متوجه اعمال خود باشم قسمی که خودت اعمال مرا برداشت میکنی هیچ فرمول نداره
اگر صبح چای تا به درستی نخورده باشی اعصابت خراب است، اگر دیشب خواب تا به درستی نکده باشی اعصابت خراب است، اگر قرضدار پشت دروازه تک تک کده باشی اعصابت خراب است. ما که هر چی کنم کار ما سرت بد میخوره. بناً ما مکلف نیستم که ما کاری که تو میکنی او را چی کنم، ما مکلف هستم که اخلاق خود چه قسم حفظ کنم. تعریفی که ما به تعامل انسانی دارم او در هر حالت، خب در هر حالت خونی در اکثریت حالت ها پا بر جاست. بعض وقتا آدم خطا میخوره، میلوا میکنه و قار و قال مقال میکنه آدم، او جز انسان بودن است. ولی در کل ما راستش بگیم زیاد توجه سرزی نمیکنم که از ما کس خوش باشه. بله بخیر باشه نستاد. میریم یک چند ویدیوی کوتاه تک تاک آماده است که یک ذره خنده کنیم. باز پس بر میگردیم. سلام علیکم خاله فالبین. سلام علیکم بچیم. ببین کس همراه ما ریسی میکنه؟ نه. تو خود دست من ندیدی؟ همراه تا خود دیدم. یوره خوبا چی ورق سفیدش میکنی؟ خانم میبرم نامه روان کده. حالا چرا دروغ میگی؟ ورق خو سفید است. یک هفته میشه خفستیم گپ نمیزنیم. چی شده؟ سرم گنگس از کل چیز دوتا میبینم. مرم دوتا میبینی؟ آه های کدام من مقبول هستیم؟ یوره خوبا چه خبر شدیم که سرکه افساله دارین؟ راست است؟ بله راست است. خیزمو خو یک کاسه برامون بتین. عجیب و سنگه ای قسم خیرات میکدیم افساله نمیشد. راستی زن که گرفتی باز سفید پوست باشه یا سیاه پوست؟ سفید پوست. سفید پوست. سیاه را چرا نمیگیری؟ بخاطر سیاستک. خوشحال جان یک آرزوی بزرگ تا خو بگو. میخوایم پدرم واره میلیونر شو. خوب بیشک پدرت میلیونر است. نه وام همی آرزو را داره. مننه لطاس و خواگو دوستانونه چه خسته ویدوگانی مولیده و مننه دیخ پل همکار سخه دونه خسته ویدوگانو. خب استاز کرا کرا راق لو دیخ پراون پایشی بوده استاد سترگو که موخ کرا دنده شوید دیر دو خنده ولو خیسته ویدوگانی وی نه والا چه دیر دو خنده ولو شوید روسته شی بیدی استاد و مجبوری چه خدای پامانی وکو نو ککم پیغام لاره یا دسی کمسه دی پا زرکی وی لمونگ نا پاتی وی یا پختنی نا نور امارات و جمهوریت تره مونگا کار نو پراونم و مختم ویورا نو کچوی نو کامری دی پا خدمات کرده. نه سوال نلرم، بس الله در طول وطن داران خواده و آباد لری سوله در راشی. چای چکر یا منه نمونش؟ چای نمونه نه بس خیرس ایو فیلم بای خون که بدلا خود چای پا بدل گید جای منه نه استاد الله در رات الله در رات جوانده در خوانده الله در روم جوانده سی ورم سلامت که خواگو دو سانو داو زمانگا دینم رازیخ پرافونه چه تاسو تا مدالی کرا تربیه تاسو طول پا لاس پارم. زنده باد افغانستان. دیو موتی افغانستان پیدا. الله پامان.